سلام، به خانه ما خوش اومدین. تو قسمت قبل روز دوم چالش کسب و کار رو دیدیم، روزی که قرار بود خانواده ها نتیجه تلاشای روز قبل خودشونو ببینن. خانواده بهرام نژاد به رهبری تمام عیار مادر یه روز خیلی خوب رو سفری کردن. اول کیکایی رو که روز قبل سفارش گرفته بودن تحویل دادن و بعدم همه با هم رفتن و بساط فروش نخود داغ و کیک و چای و ذرت بودادشون رو یه جای شلوغ را انداختن و به لطف بازارگرمیای مادر و فرزاد تا غروب همه محصولاتشون رو فروختن. محمدی ها که مثل همیشه یارکشی کرده بودن و دو تا تیم شده بودن و کلی هم واسه یه همکاری خونده بودن، جدا جدا زدن به دل بازار تا هر تیم محصول تولیدی خودش رو بفروشه. از حق نگذریم، هر دو تا تیم هم موفق بودن و آخر کار هیچ چیزی رو دستشون نمود. هرچند که خشونت دنیای تجارت هم روح و روان دخترها رو یکم خراش داد و هم کم مونده بود سر و صورت بابای خانواده رو از فرم خارج کنه. رستمی ها اما سخت ترین روزشون رو پشت سر گذاشتن. آقای دکتر که مدت ها بود از هیچ کاری به جز طبابت پول در نیاورده بود، همون اول مجبور شد مغازه به مغازه دنبال کسی بگرده که کره ها و دوغ های خونگیشون رو ازشون بخره. بعد از اونم وسط شلوغ ترین پیاده‌رو سنندج وایستاد تا مستقیم و بی واسطه کوزه های تزیین شده شون رو به آبرا بفروشه، کاری که بی نهایت واسه هر دوشون مخصوصا خانوم رستمی سخت بود. اونا اونقدر خجالتی بودن که آخرش هم نتونستن هر 6 تا کوزه رو بفروشن و یکی از کوزه ها رو دستشون موند تا یادگاری باشه از سخت ترین چالش خانه ما. البته وقتی مانی دستمزد 2 روز کار خودش رو به داییش داد، حال همه ی تیم یکم بهتر شد. ابر و باد و مه و خورشید و فلک چرخیدن و مسابقه از نیمش گذشته. مأموریت کسب و کار فشار سنگینی به خانواده ها آورده و با انرژی که ازشون رفته مدیریت کردن چالش این قسمت واقعا سخته. دفتره کن او دفتره برن تک دنه مده دوامش کور رو گرفت بکش. مانی چی کار داری با اون تراریوم؟ یه ایده های شومی در سرم میگذارم. میخوایی چی کارش کنی؟ میگم این که شکسته این سمبول باختم که میگم میخوام تا آخر اون جلو چشتون بمونه. خب میخوایی چی کارش کنی؟ خب این گلا رو بذارم تو این کوزه؟ این تراریوم مانی. به نظرتون کی نفر اول تیز شده؟ کسب و کار شده؟ احتمالاً ما. با اون؟ احتمالاً ما. فروشی که شما داشتین با اون گندی که تو زدی بازم ما. بله، این تجربه ایست که باید از آن درس ها آموخت. کار کردی؟ این ضرر نیست، ضرر دیگه. پول وسیله هاشو دادی، فروش نرفته. کادو گذاشتیم برای باجناق. واقعاً باجناق مظلوم همیشه ی تاریخه. باجناق وای سیدی پیام برای من اومد. یکی از سخت‌ترین چالش ها بود واقعا، به خصوص برای پدر با اون حضور سبز و پررنگش. آه خواهر، ای بابا هندیت میزن، بیا با نتایج اومده. بیا نتایج اومده. یه لحظه وایسا. نتایج چالش کسب و کار الفرا. بشین بیا بابا. بذار بابات کمکم بکنه، من دیگه خستم. شما میدونید سن اعتیاد به چند سالگی رسیده؟ به 25 سالگی. خانواده فرهنگی محمدی تماشای فیلم تو سینما را هم در سبد مصرفشون دارن. 50 نفر از دانش آموزا به شوهای لس آنجلسی و فیلمای سو استفادگر آلمانی دسترسی دارن. خبر اعلام نتایج نظم این ردیف سالن رو به هم میزنه. خانواده رستمی با تقریبا 230 هزار تومان سود کمتر صدر جدول رو تو این چالش از دست دادن.
آفرین، خوبم تمیزش کرد. شما یک کمی حد بسن بشینم. دیدم گفتم صدای باباتو نکنین. وظیفه‌مه بهش بیاموزم که حریف تو کوچه و خیابون نیست. حریف همون ترس و ناامیدی وجودشه. خانواده برنامه‌شون. البته نور گوشی و همهمه تو سالن سینما یه اقدام فرهنگی نیست. گفتم اینو بفروشیم. اینم میفروختیم بازم هیچ کمکی به اون نمیکرد. 100 تومن سود بود میشد 1555. مانی تو اگه بیشتر کار میکردی اینجوری نمیشد. اینجا پشت هر ناکامی دیواری کوتاه‌تر از مانی نیست. زور منو فرستادین. باز میخوان 800 تومن. برو. بازم هست. بیشترین سودو کردیم. خانواده بهرام نژاد بس که آخر بودن طول کشیده تا این پیروزی رو باور کنن. آه مادر. دوتایی. خوب ارزش داشت واقعا. ما وسایل اون کم تر بود از آبا وسایل. من بیشتر درست بکردم. من این چی کار کردم؟ 1,400, 1,680. چی فروختن که؟ 1,700 سود کردن تو 48 ساعت. ما هم بذاریم تو نخی همون کار، پزشکی رو بذاریم کنار. میشه بپرسیم آقای بهرام نژاد چه کاری انجام دادن که سودش چی بود؟ اینجوری شده؟ شکم گفتم غذای خونگی درست کنیم، فلافل یا چند تاشون کار کردن مثلا ترمینال و اینا. ما اینا حذف کردیم، غذا خونگی هم تو ذهن ما بود ولی حذفش کردیم. ببخش. آه شکست محمدی ها اسباب مزاحمت تماشاچی ها شده. بالاخره یه جا محاسبات میلیمتری دکتر غلط از آب در اومد و اینجور کشتی هاشون رو غرق کرد. همین قربه میمونه، بریم خونه خودمون. بریم خونه خودمون یه مسافرت 48 ساعته بمونم خوش میگذره، کیف میکنیم. میشه کات بدین؟ واقعا من الان ناراحتم. میشه کات بدیم؟ آخرش خوب تموم شد. ارزش داره دیگه، به افتخار هممون یه خونه برنده در وضعیت بر سر در خانه بکوبه. ما اینو به عنوان شکست حساب نمیکنیم، ازش پلی میسازیم برای پیروزی های بعدی. ما چالش های بعدی هم داریم، میتونیم تو چالش های بعدی تلاش بیشتری بکنیم و موفق بشیم. پپ گواردیولا. کنفرانس مطبوعاتی دکتر رستمی بعد از پایان جلسه ستاد بحران. سوامنوس منی. یعنی عامل بدبختی و شکست و فلاکت ما تو این برنامه توی. خب من چی کار کنم آقا؟ مگه اینجا دیگه هیچ زنگی کسی رو نمی جنبونه. این صدای یک پیغام ضبط شده است. مأموریت این قسمت شما برگزاری یک مهمانی خانوادگی برای رقباست. شما موظفید در این مراسم با حداقل هزینه و حد اکثر خلاقیت اوقاتی خوش برای مهمانان خود فراهم سازید. در این حال باید نهایت تلاشتان را به کار بگیرید تا آنها را به شکلی جذاب و هیجان انگیز سرگرم کنید. آزیه تبه؟ به خدا مهمونی خودمونه. با این حال خراب به نظرتون میتونیم مهمونی خوب برگزار کنیم مثلا؟ با این شکستی که خوردیم؟ آقای دکتر که گفتن شکست پل پیروزیه. میتونیم برگزار کنیم ولی خب سخته. بچه دیدیم فیلم ارزشی؟ وقتش بابا از بچه ها بپرسه پیام فیلم چی بوده. همه اینا رو بیل کنیم. این بلاخره اینو میگرفت آخر. واسه خونه دکتر چی بپوشیم؟ من لباس ندارم. من کارتونی هم. کجا؟ باید بریم واسه مهمونی و خانواده دکتر. خانواده دکتر. خب بالاخره ما لباس نداریم. یعنی چی دیگه؟ همون لباسات رو بپوش دیگه. آخه لباسات تکراری میشه. باشه چه اشکالی داره؟ دیدن همه اشکال نداره. دکتر میریم دیگه. تیم قهرمان بایدم این لحظه بزرگ کامیابی رو ثبت و ماندگار کنه. دیگه بگی کم خستمون بکن. اینقدر حرف میزنی واقعا اون مهمونی مهمه. بابا ما که ایستادیم بگیر دیگه بذار حرف بزنیم. من ایستادی همیشه عکس میگیرم. هی میپری تو حرف. به نظر من خوبه همین عکسو کادو کنیم. فرناز نباشه اصلا. نه نمیگیرم. فرناز که همیشه چسبیده به من. عکسو قاب کنیم بریم. نمیگیرم. فرناز بگیر دیگه. شما نهار خوردین؟
بوخت بابا شبیه پزشکیه که مریضش تو اتاق عمل از دست رفته. عصبانی نیم. نویا متوجه شده میگه عصبانی. نه نذارم عصبانی نیم. میگم درستش میکنیم با هم. آقا تیمتو جمع کن. یکی باید خود منو جمع کنه. چی شد که با یه تلنگر کوچیک شکستین؟ میدونی چرا؟ چون ما چارچوبمون رو انتخاب کردیم، میخوایم تو همون چارچوب راه بریم. خب اشتباهه. خب اشتباهه دیگه، زندگی این شکلی نیست. طعم خوش پیروزی بابا رو سر ذوق آورده تا خیلی زود کادوی جمع و جور قشنگی واسه میزبان درست کنه. بگیر ببینیم چی کار کنیم واسه مهمونیه. نمیدونم شما دیگه خوش چی بخریم. خانمای خونه ما که اطاعت میکنیم اوامر شما رو دیگه. من یکی از کتاب خوبه بود. بعد میتونیم اونو مثل یه دسته گل کنیم. چی رو؟ یکی از کتابا مونده. آخه من از فروش گلا یه سبد براشون کنار گذاشته بودم دیگه. فکر کنم فروختی من رو. نه گذاشتم. گل براشون کنار گذاشتم. جدی؟ والله. خانمای خونه ما که اطاعت میکنیم اوامر شما رو. مهمونی کجا برگزار کنیم؟ تو خونه؟ جا نداریم. جا میشین؟ جا نمیشین. یه مکان میخوایم واسه یه مکانشو زنگ بزن به مبین. نمیدونم شماره شو داشته باشن یعنی خیلی وقت ازش خبری ندارم. از مادر شماره هاش خانومو بگی. باش. دکتر بالاخره دست به کار میشه تا یه مکان مناسب برای مهمونیش پیدا کنه. یکم جمع و جور میکنیم میریم یه سر به باغ بزنیم. این باغ آقا مبین دوست مانی. این از مکان فعلا. غذا. خب اینطور که معلومه تیم دوباره جمع شده. گوشت تیکه رو هنوز داری؟ خب میتونی یه چیزی مثلا خورش درست بکنی. خورشت قرمه سبزی مثلا. این قرمه سبزی. میخوای یه غذای دیگه هم بدی؟ پیش غذا میتونی درست کنی؟ پیش غذا گفتم یه غذا دیگه درست کنم. میخوای کباب بدی؟ کوبیده مرغ بهتره. کوبیده زدن هم بلدین؟ بله. کوبیده هامون به خوبی کوبیده آقای وفا نیست ولی سعی میکنیم بهش برسیم. آقای وفا کیه؟ شرکت کننده برنامه هشتم مشهد. به به به. چق چق سو علی مست دریای روغش. خانواده وفا شرکت کننده فصل مشهد بودن که به لطف پدر تو سفرشون کباب مشتی زدن. سالاد. سالاد چی؟ سالاد سزار. زمستونه. نمیتونیم شربت بدیم. تخمه. یا مش تخمه میتونه آدمو تا شب سرگرم کنه. خب دو دقیقه خودتو تو حالت استندبای بذار. خب تخمه بذار آتیشه. مگه تقصیر منه؟ انار؟ انار. باید دون بکنیم خودمون. دون میکنیم. باید دون بکنیم. یه سرگرمی و بازی‌هایی رو مشخص کنیم که سرگرم بشن حوصله سربر نشه. فوتبال دستی کو؟ فوتبال دستی کو؟ فوتبال دستی قابل پخش فوتبال دستی؟ تو چجوری فوتبال دستی بازی میکنی که غیر قابل پخشه؟ من بزرگترین اشتباه زندگیمو کردم وقتی که به خواهرزاده اعتماد کردم. من میگم دایی فامیل نمیشه شما هیچ. آقا تو رو قرآن اینو شطرنجی کنیم ما برسیم. اینم فقط چون قسممون دادین سر جامونیم. البته در کل کتاب هدیه خیلی قشنگی، یعنی کمک میکنه به انسان. کاش که هممون تو جای خودمون میتونستیم حداقل یه کار مهم برای جامعهمون انجام بدیم. خب باشه دیگه، پاشید بریم. همه چی اوکی کردید، اینقدر شعار ندید، پاشید بریم. دیر شد. به ضررت کتاب خوندن برای خوب. همینه. آره پاشین 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 بریم آقا بریم بریم بودو بریم. رستمی ها که دیگه کاملا به مسابقه برگشتن برای تهیه فهرست خریدشون میزنن بیرون. سکان خریدای خونه همچنان در دست دکتره تا بتونه با حداقل هزینه یه مهمونی آبرومند برگزار کنه. من کادوی من برای خانواده نویان. خوبه. من یک کتاب. سرگرمی خوبیه. به سنش هم میخوره. اینم مهره بازی و... من. بله. این کادوی من برای نویانه. خیلی خوبه. عالیه، قشنگه. این دلباش گره خورده. اشکال نداره. اون همینطوریه. میگم اینم کادوی من. آمادش کردم. نظرت.
قشنگه. خوبه؟ آره. خانم برام نجات، حالا چرا این همه هدیه؟ خانوادگی دوست داریم. دست پر بریم مهمونی. عاشق و در بدارم توی قرص قمرم. خانواده ی آقای دکتر عازم یه باغ تو اطراف سرندجن تا اونجا رو برای مهمونی فردا آماده کنن. راز دلم آهنگ مورد علاقه نویانه. راز دلم توی تن ناز دلم محرم راز دلم بس که دل بردی ازم دل بر ناز دلم. اینم از خونه باقی که قرار مهمونی رو توش برگزار کنن. نگاه دست کلید اینجا جا گذاشته باش. سلام حال شما خوب است اینا خانم چطوری خوبی شما سلامت باشید کلیدتون جا گذاشته بودید در بود روی در بود خواهش می‌کنم شما خوبی دارید می‌پزی حال شما خوب است قربان شما خانم رستم اسم این اومعلی چیه کلیرا کولر تنوری کولر من میگم چون اورژانس از اینجا خیلی دوره ببریم تو شهر بخوریم اینجا اینجا بخوریم این فقط پشتم به نسوزه چیزو سوزه ما حرفه‌ای تریم چون ما شاطر نونوایی هم بودیم واقعا هر انگشت آقای رستمی به یه هنر آراسته است چون از کولره دست خانم من بخورید هیچ وقت چشم درد نمیگیرید این یه ضرب المثل تو زبان کردی که میگه اگه دست پخت خانم منو بخوری چاویشه نگری هیچ وقت چاویشه نگرم البته من گشتم نبود یکم چشمم درد برخلاف دایی شکست تو کسب و کار خللی به روحیه مانی وارد نکرد دوربینو میاری ندم نمیتونه بخوره به 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 چه مانی راضی؟ آره چون بدون مهر تایید تو اینجا نمره قبولی نمیگیره یا خدا یا خدا فایسایگم فکر کنم شما باید دکتر. مهر تایید رو بزنید چیکار کنم؟ آقای مانی محمودی تاییدت بکنم برنامه رو ادامه بدی دیگه تا ته نگاه منو بخون بیا برو دیگه بیا طلوع آفتاب زنگ شروع کارهای سنگین میزبان رو تو روز دوم مأموریت به صدا در میاره تا رسیدن مهمونا چند ساعتی بیشتر نمونده گریه نکن خدا بزرگ ما برنده ایم قصهشو نخور اونا چیه؟ اینا قلم هست قلم گاو گوساله است. الان خورش که جا افتاد مزدشو بچشید تفاوتشو با خورشتای دیگه متوجه میشید که این چه بلایی سر این خورش میاره اون چه بلایی میاره؟ البته ببخشید من اصلاح بکنم خانمم با این چه هنری به خرج میده و چه بلایی سر خورش میاره این بهتره قرمه سبزی به همراه کباب کوبیده منوی نهار امروزه منوی که نشون میده واسه یه مهمونیشون سنگ تموم گذاشتن چه حسابه؟ هی چه برو خدا به ما عقل داده به این قد آتی کبر نیمه منه ولی هر جایی به درد نخور باز قد رشیدش به کارتون آره این نقش چهار پایه هر جایی به درد نخور یعنی من هیچ فایده ای نداشتم من که اوکی نقش چهار پایه های پنج طبقه رو داره مگه یه 2-3 کیلو آجیل هم این وسط بود اصلا خیلی خوشگل میشه مگه یکی از کلیات رو بفروشم 2-3 کیلو آجیل تو این گیرونی بتونم بخرم اونم تازه یه کلیه درزش داشته باشه آه طبعا تو کسب و کار میتونستیم کلیه بفروشیم یه الان دیشب یادم اومد اشتباه کردم این با دو تا کلیه این شکلی حالا تصور کن یه دونه کلیهش هم بده من کلیه رو مغز تاثیر داره در مورد شما آره تاثیر داره این ورم میکنه و تصمیم گیری مختل میشه مثل الان چی دیگه همزمان خانم میزبان تر و فرز و چست و چابک ترتیب چاشنی‌ها و خوراکی‌های مهمونی رو میده
دیگ پلو هم از شور و انرژی میزبان به تکاپو افتاده. ما تا حالا از این کارا نکردیم. خیلی قشنگه. زندگی روستایی. چه حسی داره؟ من اولین باره دارم رو آتیش بره درست میکنم. خراب نشه حالا؟ نه. آشپزش منم. این خرابم بشه از بهترین غذای رستورانا بهتره. چشمنداز دلنواز تپه ماهورهای کردستان امروز میزبان نگاه‌های مهمون است. چه منظره جالبیه. مخصوصا که پاییزم است. آره. بارونم داره. یه عکس باحال هم گرفتیم دست جمعی، خیلی جالب بود، خیلی چسبید. ولی نگاه کن طبیعت فکر سنندج رو. بله. ببین چقدر قشنگه. حالا ببین اگه بهار بیاد. ببین که پاییزم هست. خیلی قشنگه. ببین پاییز واقعا فصل قشنگیه. بعضی اشتباه میکنن میگن مثلا پاییز، بعضی ها البته میگن فصل دلگیری، نه این همه رنگ. پاییز با بارانم نمباری نگه چوانی پاییز مستی وقت چم رجع دشتی گن موا دستی خوز گمی خستانی و دستی. گریه نکن دکتر، گریه نکن دوده. نه گریه نکن، همه چی حل میشه. حالا یه کسب و کار رو باختی دیگه، چرا گریه میکنی؟ حالا بذار رو گوشه دیوار پاتو روش بذاری خودش میشکنه. این شکلی نه، شکلی هم میشه. خیلی خب، حالا اینو بذار توی تنور، بریم سراغ جارو کردن. جاروی اینجا را من سپردم به عهده شما، مسئولیتش با شماست مثل برق. درسته که عقربه زبون مانی لحظه ای از تیک تیکش نمیسته، ولی از حق نگذریم تو مسئولیتاش هیچ وقت کم نذاشته. ظاهراً دکتر اولین باره که کوبیده مرغ میزنه و بدون داشتن تجربه کافی با این انتخاب ریسک بزرگی کرده. جای آقای وفا خالی که به جای پسرش احسان رموز کباب و با آقای رستمی یاد بده. این میشه چلو کباب سلطانی. سلطانی برای سلطان آج. اما هیچ وقت این آقا رو دست کم نگیرید. جوشکار، ماسبند، شاتر، راننده، شما فقط اسم کارو بده و از آقای دکتر تحویلش بگیر. بنچاو بنچاو. فکر کنم گشنگی فشار آورده به دکتر. مانی سوزی هوا سوزی اکا اخوا بیا سوزی اخوا خواهد سوزی اینه دم اینا. میگه چرا میخوری؟ میگم میگه سوخته. خوب بودی که به من نمیدادن، سوخته به من دادن. در واقع وظیفه مانی در خوردن این سیخ کاهش ضایعات کربنی بود. خیلی گرسنمه، بگی چی درست کرده باشن برامون. من فکر کنم خورش سبزیه. هر چی باشه فقط خیلی گرسنمه. میگم خورش مرغه یا خورش قیمه. آره شاید. آره خورش قیمه بی ضعفی تره. شاید چلو کباب یا جوجه باشه. شاید جوج باشه. چلو کباب باشه رو آتیش درست کرده باشه. اگه اصل باشه باید الان اینجا دیگه جوج بزنی. خدا حاجت شکم رو همیشه با اصل اصلش میده. هیچ خبری نیست. دکتر اومدم، پاشو اومدم. حضور مانی یه چشم پزشک برو. دکتر دیروز یه حرفی زدی، گفتی نونه رو بخوری، نون محلیه واسه چشم در خوبه. تأثیری نداشت، داستانش چیه؟ رو تو تأثیر نداره، رو آدم ها معمولا تأثیر میذاره. تیکه سنگین بود، یه مقدار جذب و هضمش طول کشید. چون تأثیر کرده اصلا قشنگ با درس و اینا میتونه آدم رو تخریب بکنه. دکتر اومدن. هیچ چی دیگه، الان من مثل چوپان درونگو شدم. راستا میگن میال آقا به خدا اومدن. دکتر پاشو اومدن. آقا مهمونامون اومدن. مهمونامون اومدن بچه ها، مهمونا اومدن. بدای جمع جور شید.
بچو 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 غضب خواه و مهمانکن من حتن 50 متر به جلو برانید، بعد از 50 متر توقف کنید و سلام بدهید. بسی یعنی میشه سلام سلام علیکم. بخیرت. ممنون. تیکمان سنتی چی نیام؟ تیکچ من. میزبان برای هر سلیقه پذیرایی لازم و پیش بینی کرد. کارده سیای محمدی لکوی ندانین به برچه آمانه بین. هرچی نگه حضر کنیم. بله برچه آمانه بین. اول که راه افتادیم فکر نمی کردم بیایم یه جایی به این خوش آب و هوایی. پاییز همش. بابا. آره تو راه هم می اومدیم می گفت ببین اونجا نارنجیه. می گفتم بابا اونجا کجاش نارنجیه. یه چیزی بگم. درخت ها بسن بعضی سبز بود. خب من زرد می دیدم. داشتم وصف پاییز میگفتم مثلا پاییز عروس فصل هاست این هاست میگفتم بابا سبز من میگفتم زرد آقا فکر میکنم دارن لج میکنن حس عینکی بود دیگه ببخشید بچه کوچیک تو خونه بهونه خوبیه تا آدمای نه خیلی آشنا زودتر و راحتتر به هم نزدیک بشن بالاخره با رسیدن مهمون دوم مراسم به طور رسمی آغاز میشه. خوبی عمو؟ خانم برام نجات خوش آمدگوییشون چطور بود؟ عالی بود. بر خودشون قشنگ استقبالمون اومدن خیلی جالب بود سلامت باشی آها دیگه خیلی تو زحمت افتادین خودمون شیرینی هستیم چرا شیرینی آوردیم انتظار نداشتن که هدیه ها مثلا خیلی باشه فکر میکردن در حد یه همون گل باشه و تموم ولی خب دیگه مثلا مامان اومد فرزاد اومد من اومدم دیگه همشون شوکه شدن یه جورایی انتظار نداشتن که کادو اینقدر بشه دست شما دارید این مراسم کادو دهون هم خودش یه سریال چند قسمتی شده سلام. جمع شدن همه مهمونا فضای یکم سرد و ساکت بین خانواده ها رو میشکونه و حالا دیگه گرما و صمیمیت اتاق رو پر کرده دو تا کتاب آوردم یکیش برای آقا فرزاد یکیش برای مانی جان پس این مثلا ما چی؟ درس همونو خوندیم انشالله که مثل درسشون نباشه و بخونن و نتیجهش هم به ما بگن ببینن چی توش بوده اگه موشک نکنه برگاهاشون نه میخونم همش همت خودم بود خانوم بهرام نژاد راز موفقیتشون رو لو میده مصاحبه کرده بودم تو رادیو از شانس من از جلوم رد شدن با من سلام و احوال هر کیو تو ظرف این یک سال ندیده بودی اون روز دیدی اون روز دیدم این مشاغل کوچیک زود بازده 48 ساعته کمکت میکنه به جایی که بری از برادرت قرض بگیری خودت تو خونه بتونی یه مشاغلی مثل همینو طبق معمول دکتر در تلاش تا با نگاهی جامع موضوع رو ببینه انشالله همیشه سفره پربرکت و پر از ونگ‌های قشنگ نگاه کن رنگی نکه نه دست تو در نکنه دست کتبانو درد نکنه میدونم آقا که کمک کرده ولی بیشتر مسئولیت سر اصلا من صرف تا صدشو درستم کرده باشم وقتی فوت کوزه‌گریشو بلد نباشم یعنی هیچی در نیومده خیلی با هم تفاهم داریم من اصلا صرف تا صدشو درست نمی‌کنم توجه خانم آقایون توجه کنم به خانم خانم اون توانی که داره بیشتر میشه حرفای خانم برنامه روی گلایه میده آقای برنامه نه اصلا آقای بهرام نژاد خوب میدونه که با سکوت به موقع میشه از هر تنگه خطرناکی به سلامت گذشت. اتفاقا من آقام یه چیزی خواهرشوهرم برداشت میگه خوبشو بردار چی برای خودت. خوشمزه تر بود؟ نه برای من همش خوشمزه است. غذا کلا من با شوخی ندارم ببینم خوشمزه نیست نمیخورم.
ولی من یه سوال از شما بکنم. امروز خوشتیپ شدن؟ غذاشون یک از یک خوشمزه تر بود. لذت بردیم. دستشون در نکنه. من فقط از خورشت قرمه سبزیش خوردم. چون فقط معمولاً یک غذا میخورم. دو تا غذا رو با هم نمیخورم. خوشمزه بود. قرمه سبزیشون خوشمزه بود. از همه‌شون خوردم. چون خانم‌ها دوست دارم. من میدونم زیرزیرکی نگاه میکنم ببینن از اون پخت و پزی که انجام میدن زحمتش رو کشیدن مهمونا میخورن یا نه، ولی من یکی خوشم اومد و همشونو خوردم. من زیاد سر سفره کلا مهمونیا توجه نمیکنم، ولی امروز توجه کردم. واقعیتش همشون خوردن از غذا. امیدوارم همیشه سفرهشون پربرکت باشه و رزق و روزی مهمون کسب و کار و خونشون. الان باید زیر صدا تو موسیقی تیتراژ بره. آره دیگه. بریم بیایم. با جمع شدن سفره نهار، نوبت به بسته سرگرمی های مبسوط و مفصل آقای دکتر میرسه. با اجازتون آقا فرزاد رو حذف میکنیم. داور شدی؟ همه جا من توی مدرسم توی کلاس باید داوری بچه ها رو کنم، اینجا باید داوری آقایون و خانم ها رو کنم. خانوادگی. ما بازی جورچین رو شروع کنیم. سه نفری که اسمشون در اومده. آقا پارمیز. آقا پارمیز. آقا پارمیز. آقا پارمیز خانم. جناب آقای پارمیز رو فرمونیم. پارمیز جان بیا. آقا پارمیز، مرسی، ممنون از لطفشون. خانم برام نشد. این 12 نفر رو بزنه تا میری. خانم رستمی. خانم رو بفرمایید. خانم رستمی بچه رو بخوابونن. تو رو خدا در حال هی کار کردن و فعالیت خودشون. عشق دنی ده بیدی که نرزید. داور هوای مامانشو داره. می گفتم به آقای داور که پسرم باشه، گفتم فرضا کمکم کنه. خانم رستمی میگه اینجا پارتی بازی نکنین. نه نه دور بشینیم. سر همین قضیه آره. هم خانم محمدی آخو... تهدیدم کرده توی مهمونی بعد این سیبیلا رو میزنه. داور خودش بعد تو کمیته انضباطی معرفی بشه. هل نکنین؟ آره دقیقا. یعنی این از آشپزی سخت تره. دیدی ما چی میکشیم خانم؟ بله بابا بله لحظات دلخور آقا آفرین. بعد از خونسا کردن بمب نوبت موج مکزیکیه. دکتر با استرس حساس ترین عملای جراحیش حرکات همسرش رو زیر نظر داره. حالا با نیم کلاچ باید مهره رو بیرون کشی. یکم کجاش کنی راحت‌تر می‌ریزه. نگی نه. یه فوتم کمکی بکن. آفرین نگی. بزن. ساکت. انصافاً پارمیز نماینده شایسته ای واسه خانواده‌اش بوده. هل نشو، هل نشو. نگین جان یکم بزن بره. وضعیت میزبان تو برج جورچین ابداً رضایت بخش نیست. تو بازی ها کدوم قسمتش بیشتر بهتون خوش گذشت؟ جورچینه خیلی خوش خود بهتر بود به نظرم. برای مسابقه خان محمدی بگو خان برام جا شکست نخور میبری میبری. یه آن نگاه کردم نه میدونم که ما خانواده سه تا خانواده مثل خوار برادریم. هدف از بازی دوم سنجش تمرکز ذهنی و توان کنترل ماهیچه های دستاست. بسه بسه بابا بسه. ایشالله میریزه. ریخ. داور تحت تاثیر جفسازی ها قرار نمیگیره. تو تیتره چهگز برو راجعه و کاری که پیپ کم نیا ایسا تو دسته بره با نه این دولیو دی بروش گیه. آقا دیگه های دکتر برنده بازی اعلام شد. برج مهره های چوبی و لیوان آب دستگرمی نبرد سرنوشت ساز امروز بودن. اصلا معلوم نبود کجا رفت.
تیر هوایی صفر. مشکی بوده قربان. آقای محمدی تک تیرانداز حرفه‌ای این میدان. تیر بعدی. بچا تام بگیرن. آفرین. ها برای منی. لازم دادم. بالایی رو زدی، بالایی رو. بالایی رو زدی. بله، بالایی رو زدی. شکارچی بزرگ مطمئن از زدن هدفشه. آه این چیه این وسط؟ راست میگه پنجو زده. راست میگه پنجو زده. آبا وسط پنجو زده. جای پدر و فرزند عوض بشه. آره بابی بابا. آقای بهرام نژاد میاد به کمک دخترش تا شاید بتونه نتیجه رو عوض کنه. در عوض آقای محمدی که خودشو برنده میدونه به دخترش فرصت میده خودشو محک بزنه. اگه زیر سه بزنه بازنده است چون آقای محمدی الان دهه. الان ده امتیاز الان مانی هفته. هفته. قورباغه اون پایینه بزنه. دو دو باخت مانی باخت. این مرد اهل فرهنگ که بود حالا همنشین تیر و تفنگ هم شد. فراز مسابقه تیراندازی چطور بود؟ خیلی خوب بود، من خیلی دوست داشتم. همونو درگیر کرده بود و یه لذت دیگه ای داشت. ماشاءالله چقدر دقیق همه رو زدین به هدف. تیر در کردم فقط. حالا اگه میخواستم بزنم به هدف چه اتفاقی میافتاد؟ فقط خواستم تیر در کنم. خیلی هیجانشونه. هیجان جانشون زیاد بود بابت این تفنگ بادیه. زدی به هدف نقطه. کلن مداره تو گرفتم زدم به. ما همیشه خانواده قابل افتخاری هستیم. دستو باز نمی کنی. دستتو بیا بالا رو سر آقا مانی. حالا از پاش ردش کن. خب دیگه بپر بالا. ای بله اخوارا بچت چشم بپر بالا. تو بیا چرا دوکر. آها نه بابا نه. ایشالله گره های زندگی این دوتا جوون برومند به این سفتی نباشه و به وقتش راحت سر و سامون بگیر. بابی باز کرده نه دروست دارن بابا دروست دارن بابا دروست دارن نه باید میاواش آقا خواهم آتا آقا آقای رستمی بخش جوایز رو فراموش کردیم توی کیک دیگه توی جوایز از ما مسابقه آره کیک خودتون رو میدادیم بخورید. فایمت همه برنده شدن که ما امروز هر کدوم یه برنده داشتیم و هممون برنده شدیم. بازنده‌ای وجود نداشت. بله یعنی انارتون رو بخورین دیگه دیر وقته. آره دیگه زحمت رو کم بکنید دیگه. شما بگید عزیز دلی تو مثلا چه کاری میکنی؟ تو همش داری مثلا این وسط داری حرف میندازی، مثلا بشقاب میاری، لیوان میاری، چه کار میکنی؟ بازی ها هم که باختی نگاش کن. آقای دکتر امیدش تو بازی ها به تو بود همین. تفلک مانی معلوم نیست چه هیزم تری به آقای محمدی فروخته که باید از دستش به دایی پناه ببره. مانی هم که ولش کن. این هیچی بود الان. بازی و سرگرمی یخ رابطه بین مهمونا رو آب کرده و با شور و هیجان رقابت تعارف و خجالت رو از یاد بردن، اونقدر که واسه رقص کردی هم روشون به هم باز شده. اگه از کل مهمونی امروز قرار بود یه بخش رو انتخاب کنین کدومش بود؟ معاشرت هایی که با آقای بهرام نژاد داشتم. حقیقت من به این دو خانواده به چشم رقیب نگاه نمی کنم. مثلا انقدر غرق در محبتشون شدم بیشتر به من رفیق نگاهشون میکنم. قبلا هم عرض کردم خدمتتون برای این دو خانواده عزیز تو تمام مراحل زندگیشون آرزوی موفقیت دارم الا این مسابقه. چه رفیقی؟ این یک دو سه خانه ما. زندگی خاطره آمدن و رفتن ماست. شاید این خنده که امروز دریغش کردیم آخرین فرصت همراهی ماست.
چاو بو حسن، چشماتون رو ببندید، گاز کنید الان. خوش گذشت؟ خرابه. این خراب نبود، یعنی بد نبود. این کردی گفت ما دیگه به قول من امروز خوب بود با تمام سختیه که واسه واسه شون داشت. خوب بود، خوش گذشت. جرات نکردم بگم از خودم، ولی دیگه بینندگان میبینم شبیه زوربیای ماه رمضونه. خب یه روده راست تو شکمشون نیست، پیچ 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 تا انتها. از قدیم گفتن علالزاده بداشت میگه اینا رو، این 38 سالشه، 36 ساله دارن اینا رو به خودش میگن الان منتقل میکنم سر من. امروز کلن چطور گذشت؟ کل خیلی خیلی زحمت کشیده بودن. بعد اون قسمت بازیاتی خیلی بیشتر خوش گذشت. ما اون قسمتی که تیراندازی کردیم و اولین بارم بود و خیلی هیجان داشتم کلا. فکر می‌کنی چقدر خرج کرده بودن؟ یا تانی محسن اون شرفته باشه، چون خیلی ریخت و پاش کرده بودن. خیلی از غذاها هم همینجوری موند. چون ما با همون خوری سبزی سیر شدم. یه سینی پر برامون چیده بودن. ولی دیگه همینجور دست نخورده باقی موند. از غذاتون خیلی باقی موند. چقدر اسراف کردین؟ ما اسراف که نه کردیم. اسراف نیست. نخوردن. سیر میکنیم، فردا میخوریم اسراف. آره، اینو که میخوریم اسراف نشده. کدوم از ایده های مهمونیتون مال مانی بود؟ این که مهمونی تو باغ باشه، ایده مشترک من و خانومم بود. این که غذا چی درست بکنیم، ایده خانومم بود. برنامه‌ریزی چیز بازی‌ها رو من انجام دادم. ولی نویسه شده که من هیچ نقشی نداشتم. من گشتم چیزی پیدا نکردم. آها اون ایده رو کی داد؟ من میگی چی داد؟ کدوم ایده؟ من گلا رو بذارم تو این کوزه. این تراریوم مهمانی. الان بابام باز بینندگان عزیز ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. بهش دستم خوش می. ممنون تنی. خوشحال میشیم اگه رأی مثبت شما ما باشیم، خوشحال میشیم. به همه بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. سلام شما. مثل این نظرهای خودتون رو از راه یک نرموس یه ذره صاف دادو. میشه یک نمیم. نه، اون داستان باور که یه چیز دیگه است. شما رو شبکه کردستان. منی. فکر کنم قندشون افتاده. اگه اینو پس نه یکم اکسیژن فکر کنم کم. بس اکسیژن نیست، تو از صبح اکسیژن بهت نمیرسه. رأی شما بقیه هم باشه، بازم ما خوشحالیم از برد همشهری ها. بیننده های عزیز، من هر بار میام مزاحمتون میشم، پیشنهاد میدم. تا حالا اومدیم بالا، ما دیگه از این بعد محتاج بیننده های عزیز هستیم. لطف میکنم، ممنون، تشکر. بعد در قبال زحمت ها و خستگی هایی که ما کشیدیم، کافی دست به گوشی ببرن یه عدد به اون شماره که اعلام میکنن بفرستن، ما رو خوشحال بکنن و خستگی رو تنمون نمونه، که تلاشمون نگاهشون رو زیبا کرده باشه. ولی خوشت اومد اگر من تیپی داشتم الان من گرفتم، واقعا خوش تیپ شدم. آره آره، عینکم هم قشنگ عزیزی. مخلص. برنامه داشتی ها؟ الان برنامه داشتی شما نمیگی. بهتر نمیخوای جواب بدی. این صدا واسه آشنا نیست یکم؟ صدای برنامه هست. چیه؟ امشب بگم. این استراحت کردن رو نباید میگفتی. این صدای یک پیغام ضبط شده است. ماموریت امشب شما؟ میتونیم بذاریم رو اسم؟ نه نه، قد شد، خدا رو شد. مزایم اذیت کردن نه، مزایم تلفنی بود، یه فوت کرد افت. دمتون گرم، خسته نباشید. سلامت باشید. واقعا ترسی مزایم تمام ماموریت من ببر. خب من اصلا نکنم. شما راجع به کارای هر کدوم از خانواده ها تو این قسمت چی فکر میکنین؟ کیفیت پذیرایی میزبان رو چطور ارزیابی کردین؟ نظرتون درباره برخورد مهمونا چیه؟ میتونید نظرتون برای انتخاب بهترین خانواده یا خانواده های این قسمت رو از طریق نرم افزار یا پیامک برنامه با ما در میون بذارین و تو نظر سنجی انتخاب موفق ترین خانواده شرکت کنین. با تموم شدن مهمونی خانواده رستمی، بهتر سری به جدول هزینه ها و مصرف ها بزنیم تا ببینیم تغییری ایجاد شده یا نه. توی این قسمت مصرف برق خانواده ها مشخص شده.
که خانواده محمدی اینجا هم با 169 کیلووات ساعت کم مصرف ترین خانواده بودند. خانواده رستمی با 171 کیلووات ساعت مصرف سایه به سایه شون دارن میرن و بهرام نژادا با 180 کیلووات ساعت در جایگاه سوم هستن. از مصرف برق که بگذریم به جدول هزینه ها میرسیم. خانواده محمدی با ادامه سیاست های سخت گیرانه مادر روی همون 1,387,000 تومان هفته پیش باقی موندن و تونستن صدر جدول رو از رستمی ها پس بگیرن. رستمی ها که هزینه های یه مهمونی مفصلم به مخارجشون اضافه شده تا امروز 1,978,000 تومان خرج کردن و دوم هستن و خانواده بهرام نژاد با 2,147,000 تومان انگار به هیچ جایگاهی جز جایگاه سوم علاقه ای ندارن. این صدای یک پیغام زنگ وای مسافرت. آقا اصلا به شما چه ربطی داره من دارم با مادرت حرف میزنم؟ اجازه هست اینجا بشینیم؟ تا سه نشه بازی نشه. اینجوری با من حرف نزن. بادبان ها را بکشیم. ما آمدیم. یس! حیفه